همزمان با آخرین هفته برگزاری 67مین دوره جشنواره فیلم کن، دوشنبه شب فرش قرمز میزبان کارگردانها و بازیگران 3 فیلم برگزیده دیگر این جشنواره بود که برای دریافت نخل طلا رقابت می‌کنند. دیوید کرونبرگ، فیلمساز کانادایی تبار، همراه با دو بازیگر نقش اصلی فیلم نقشه برای ستاره‌ها برای فرش قرمز حاضر شد. نقشه برای ستاره‌ها یک درام اجتماعی است و روایتگر زندگی یک خانواده مشهور لس‌آنجلسی است. What are they offering? 5 million. What do you think? I think we have their balls. فاکس کچر به کارگردانی بنت میلر از دیگر فیلم‌های برگزیده بخش مسابقه بود که به نمایش درآمد. این فیلم سرگذشت تراژیک یک کشتی‌گیر آمریکایی برنده مدال طلای المپیک است که در پی جنایتی به قتل رسید. About what you hope to achieve. What do you hope to achieve, Mark? جین کمپیون کارگردان نیوزلندی و برنده نخل طلای سال 1993 که ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد گفت: بودن در این جشنواره برای من یک تجربه استثنایی بود. بودن با کارگردان‌های دیگری که توانستند فیلم‌هایشان را در این جشنواره به نمایش بگذارند، چرا که نمایش فیلم در این جشنواره کار آسانی نیست. همه فیلم‌ها عالی هستند و از ظرفیت‌های بالای فیلمسازی برخوردارند و واقعاً نمی‌دانم کدام یک برنده جایزه نهایی خواهند بود. برادران داردن نیز که پیش از این دوبار برنده جایزه نخل طلای جشنواره کن بودند، امسال با فیلم دو روز یک شب برای دریافت سومین نخل طلا در بخش مسابقه رقابت می‌کنند. با گذشت 5 روز از جشنواره، اعضای هیئت ژوری تقریبا نیمی از فیلم‌های ارائه شده را دیدند و در این میان نام‌های جدیدی به چشم می‌خورد. از جمله عبدالرحمن سیساکو، کارگردان آفریقایی تبار فیلم تیمبوکتو، نوری بیل که جیلان، کارگردان ترک تبار فیلم خواب زمستانی و دیوید کرونبرگ، کارگردان فیلم نقشه برای ستاره‌ها. اما تا شنبه نام‌های دیگری در راه است، زیرا مسابقه ادامه دارد. اوپالی دی فستیوال دو کان، فردریک پونسار پور اورونیوز.